شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، العبد المؤید و الرسول المسدد، المصطفی الامجد، الذی سمی فی السماء باحمد و فی الارض بابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین الائمة الهداة المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدمه الفدا و العاقبة للمتقین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی مظهر العجائب و مظهر الغرائب النجم الثاقب مولانا و مولا الکونین علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیت و الثنا. و بعد، فقد قال امیر المؤمنین و امام المتقین علی ابن ابی طالب علیه السلام، رحم الله امرا سمع حکما فوعا و دعی الی حجزته و دعی الی رشاد فدنا و اخذ به حجزت هادن ف نجا. خدایا به برکت این روز و به عظمت و جلال و جمال اون عزیز بزرگواری که در این روز به لقاء تو نائل آمد و جهان تشیع و عرفان، بلکه همه مسلمین، بلکه بشریت را داغدار نمود، دلهای ما را منور به نور قرآن و ولایت حضرتش بفرما. همه راه نمایان دین، مخصوصا وجود مقدس مولایمون حضرت های مجذوب علی شاه ارواحنا فداه را نعمت سلامتی، طول عمر، ظهور کمالات سوری و معنوی عنایت بفرما. در پرتو رحمت و عنایت و توجهات حضرتشون، مشایخ بزرگوار، فقرا، ارادتمندان، متعلقین سوری و معنوی حضرتشون را سلامتی و توفیق، مرحمت بفرما. دعاها قبول بفرما. صلواتی خط بفرما. قبل از شروع به توضیح حدیثی که بسیار مهم است در این روز مطرح بشود، یه گزارش باید محضر مبارکشون عرض کنم و یه عذرخواهی به فقرا بدهکارم در مورد شب گذشته. و اما گزارش، از لطف و عنایتی که حضرتشون به فقرا دارن برای رونق این مجلس و حسینیه، این مراسمی که امر فرمودن اجرا بشه، دقیقاً سر ساعت اجرا شد، یعنی رأس ساعت 9:15 شیخ محترم جناب حاجی شریعت خداوند حفظشون بفرماید نماز مغرب شا اقامه فرمودن. نیم ساعت نماز طول کشید، 9:45 بنده منبر رفتم، 9:30 منبر طول کشید، 10:30 مجلس آماده شد برای پذیرایی و تغییر زائقه و
تجدید وضو و یک آنتراک و استراحت و ضمنش خوندن دعا، رأس 11 مراسم احیا شروع شد، رأس 12 تمام شد. موقع آمدن بیرون این نکته هم ضروریه عرض بکنم. برادران و خواهران عزیز، با نهایت نظم و ترتیب و ادب، آرامش، با همکاری این برادران عزیز پارکبان که اینجا باید ازشون کمال تشکر رو بنده بکنم، خدا بر توفیقاتشون بیفزایه، این برادران محترم پارکبان نهایت همکاری رو با مأمورین انتظامی در جابجایی ماشین‌ها، رفت آمدها انجام دادن، بسیار خوب برگزار شد این مطلب. اما عذر خواهی که بدهکارم، روح حضرت آقای رضا علی شاه اعلی الله مقامه الشریف در این لحظه شاد باشه. دستوری که به من فرمودن دیشب در این دستور یک کوتاهی از طرف من شد. اون کوتاهی این بود: 33 سال قبل اولین برگزاری مراسم شب احیا رو در سال 57 در ماه رمضان توفیق داشتم حسب الامر مبارکشون در بیدوخ برگزار کردم. اون موقع این نوارهای سی دی نبود، کاست بود. مراسم رو در صحن مزار متبرک بیدوخ ضبط کردن. اون موقع از همین مسجد بیدوخ و غیر فقرا و دیگران هم آمده بودن، تمام صحن پر بود از جمعیت. اجرا شد، آورده بودن نوار کاست رو خدمت ایشون، دقیقاً گوش داده بودم. بعدی که آمدم تهران خیلی اظهار محبت فرمودن. سال بعدش، سال 58، باز حسب الامر ایشون در بیدوخ مراسم برگزار شد، یه مقدار مختصرتر. وقتی اون نوار گوش دادن فرمودن امسالم خوب بود، اما چرا زود تمام کردین؟ عرض کردم علتی داشت. یکی از عزیزان اونجا بودن، به من فرمودن هم مختصر برگزار کن، هم این یا علی ها رو آهسته تر بگو. فرمودن شما هم گوش دادی؟ عرض کردم ادب حکم می کرد. فرمودن نباید گوش بدی، حرف منو گوش بده. اگر دیشب ساعت 12 تمام شد و طبق قولی که داده بودم بسیاری از مراسم انجام نشد، بنده رو خواهند بخشید، عفو خواهند کرد و برای توفیقات بیشتر دعا خواهند فرمود. صلوات خط بفرمود. انسان همونطور که بدنش نیاز به تغذیه و رسیدن ویتامین های لازم داره و راه تغذیهش دهانه، روحش هم نیاز به تغذیه معنویات داره و راهش سه چیزه. قرآن در آیه 36 سوره اسراء این سه راه رو که یکیش درونیه، دوتاش بیرونیه، بیان می‌فرماید: ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. گوشتون یه راه تغذیه معنوی، فراگیری های از راه گوش، چشمتون دو راه، یه راه فراگیری هم از درونه که عرفا روش خیلی تأکید دارن،
دریافت آگاهی های باطنی از اون راه، اونم قلبتونه. اگر از این سراح انسان استفاده و بهره برداری نکنه و بر خلاف این که باید معنویات رو، علم رو، معارف رو به جان خودش از این سراح برسونه، برعکس عمل بکنه، اینها به جای این که انسان رو سبب کمالاتش بشن، سبب سقوطش خواهند شد. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها. ببینید به این سرا اشاره میکنه، لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها اولئک کالانعام. اینا دیگه مثل چارپایانن، بل هم عذر. برای این که از اسب و گوسفند و گاو که کسی انتظار تکامل معنوی نداره، اینا پس از اون حیوانات و چارپایان بدترن. چرا اینطور شدن؟ اولئک هم الغافلون، غفلت این بلا رو به سرشون آورد. پس راه های شناخت و دریافت سه راه: گوش و چشم و دل. علی علیه السلام از فضائل و مناقبشونه که ملاحظه میکنیم گوشش رو، چشمش رو وقف به رسول خدا کرد، چون اون مرشدش بود، پیرش بود، مربیش بود، راه نماش بود، قطب زمانش بود. در نظر یاد گرفته بودن اصحاب پیغمبر تو مجلس مینشینن چه کار کنن، این طرف و اون طرف و این سرگردون و حیرون بودن مؤمن سالک عمل نمی کنه. یه روایتی هست، حاکم قندوزی محمد ابن طلحه گنجی شافعی ابن سباق مالکی فخر رازی، این از علمای بزرگ اهل تسنن هستن، از ابوبکر نقل میکنن. ابوبکر چه کار میکرده؟ تو مجلس که نشسته بوده، البته وقتی رسول خدا نبودن، علی مرتضی بوده، نه در حضور رسول خدا. من الان این روایت رو از طریق دو شخص میخونم، شیعه خیلی روایت کرده، اما بنده الان این روایت رو از طریق دو شخص میخونم: یک، عایشه همسر پیغمبر دختر ابوبکر، دو، عمر خلیفه دوم. اینا چی میگن این دو نفر؟ اینا میگن کان ابوبکر یدیم النظر الی وجه علی ابن ابی طالب. ابوبکر رو میدیدیم یدیم النظر، یعنی نگاهش دائما به سیمای دلربای علی بود. سوال کردیم شما وقتی رسول خدا در مجلس نیستن دائما به چهره مبارک علی نگاه میکنی، چه علت داره؟ ابوبکر جواب ما داد، گفت سمعت عن رسول الله ان نظر الی وجه علی عبادت، نگاه کردن به چهره علی عبادت. این مال ابوبکر رو
نگاه کردن به چهره علی علیه السلام، که البته اینو درباره ابوذر غفاری رضوان الله تعالی علیه هم داریم. اما راجع به گوش دادن، ببینید ما در قرآن یه چیزایی رو عظیم داریم، کبیر داریم، کثیر داریم. اولا اینا همینطور بدون حساب بیان نشده. هر چیزی که ملاحظه فرمودین این سه کلمه عظیم، کثیر، کبیر در بارش آمده، بدونید که این سه عبارت ذات اونهاست. اگر فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا، این ذکر هر اندازه باشه بازم هنوز به کثیر نمیرسه، چون کثیر خیلی زیاده. اگر ملازم میفرمید بیعت رو، قبول ولایت رو در آیه 111 سوره مبارکه توبه میفرماید ذالک هو الفوز العظیم، هر کس بیعت کرد با اولیای خدا و خودش رو به خدا فروخت، مشتری من خدایست و مرا میکشد بالا که الله اشترا، این باید افتخار بکنه به همه. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، آخرش میفرماید ذالک هو الفوز العظیم، این رستگاری بزرگه، این واقعا عظیمه. در مقابل ضعیف هم داره، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان صفتا، عوامل شیطان در هر زمان که فرموده و جعلنا لکل نبیین عدوا شیاطین الانس والجن، ما اصلا برای هر پیغمبری در هر زمانی هم شیطانهای مرعی قرار دادیم هم نامرعی. شیطانهای مرعی و نقشه های شیطانیشون برای مؤمنین، برای سالکین، برای فقرا، برای دوستان مولا، هر چه با ترفندهای خیلی زیرکانه به قول خودشون باشه ضعیفه. یه جواب نه تمامه. ملاحظه بفرمایید ابن زیاد علیه اللعنه 30,000 لشکر را به کربلا آورد، چون کلن رهبران گمراهی و طاغوت ها روششون اینه در نقشه هاشون، بیدار باشیم، از مردم هزینه میکنن، وعده هم به مردم میدن، بعدم که کارشون تمام شد به وعده های خودشون عمل نمیکنن. و لذا اون نانجیبه پس فطرتی که سر مقدس ابا عبدالله رو از پیکر مطهریشون جدا کرده بود و ابن زیاد خیلی بهش وعده داده بود که اگر تو سر ایشون رو بیاری من چقدر به تو جایزه خواهم داد، وقتی سر رو آورد وارد دارالحکومه ابن زیاد شد، آمد مقابل تخت ابن زیاد ایستاد، این جمله رو گفت املا رکابی فزتن و زهبا قتلت خیر الناس امن و ابا، یعنی آی ابن زیاد به من وعده دادی رکاب من رو پر از طلا و نقره بکن برای اینکه بهترین مردم را از لحاظ نسل و نژاد و پدر مادر من کشتم، سرشم آوردم. چیکار کرد ابن زیاد؟ گفت تو این که میگی فهمیدی بهترین مردمه؟ گفت بله. گفت غلط کردی، اگر فهمیدی غلط کردی برو پیکار، بعدم بدبخت در دنیا و آخرت شد، نه دین داشت نه دنیا، هیچ. پس بنابراین یه نگفتن در مقابل نقشه های شیطانی، استقامت ورزیدن از طرف مؤمنین، ضعف طرف مقابل رو نشون میده. متقابلا عظیم، کبیر، کثیر. ملاحظه بفرمایید
لقمان حکیمه، حکمت را پذیرفت، نبوت را نپذیرفت. حرفش هم این، وقتی ملائکه به ایشون گفتن که شما چه علت داشت که نبوت رو نپذیرفتی، حکمت رو قبول کردی؟ حضرت لقمان فرمود، لقمانی که میشه استاد داوود، گفت اگر امر بود میپذیرفت، چون خودش هم حفظم میکرد، اما منو مخیر کرد. خدا فرمود مخیری لقمان، حکمت رو قبول کنی یا نبوت رو؟ من حکمت رو قبول کردم، برای اینکه نبوت امتحان برام پیش میاره، هر لحظه ممکنه دچار لغزش بشم. اینجا لقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. حکمت چیه؟ همون چیزیه که در سوره بقره ظاهرن میفرماید و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. لقمان چی کار کرده که به این خیر کثیر رسیده؟ لقمان میگه 4000 مرد الهی را من دیدم، گوش به سخنشون سپردم، سخن را فرا گرفتم، در دلم نگه داشتم، نه اینکه از این گوش بشنوم از این گوش رها بکنم، نه، در جانم نگه داشتم، عمل کردم. که قرآن در آیه 12 ظاهرن سوره الحاقه میفرماید لنجعلها، اول عذابهای مجرمین و کافرین و منافقین و مشرکین و معاندین رو بیان میکنه، بعدم اینطوری عبارت هست که ما اینایی که برای شما نقل کردیم از اول سوره تا اینجا، زبانهای جهنم، چاه جهنم، عذابهایی که برای مجرمین معین کردیم، اینا نیست که هدف خلقت باشه. سبقت رحمتی غضبی هست، بلکه اینایی که گفتیم لنجعلها لکم تذکره، یعنی تذکره و یادآوری به شما بشه. آیا همه این تذکره رو فرا میگیرن؟ دنبالش چی میفرماید؟ تعیها اذنون واعیه، فقط گوشهای فراگیر و شنوا اینا رو فرا میگیرن، نه همه کس. 30 حدیث در کتاب غایت المرام، همه علماء شیعه، همه علمای اهل تسنن، هر چه حدیث گفتن تو غایت المرام هست راجع به فضائل علی علیه السلام. هر دو فرقه هم قبول دارن، هم شیعه قبول داره این کتاب رو، هم سنی زحمت کشیده مؤلفش. من رسیدم به ذیل این آیه، دیدم 30 حدیث برای علی علیه السلام در این رابطه از طریق علمای سنی و شیعه بیان شده. که چی؟ حضرت آیه شهید روحشون همین ساعت و همین مجلس شاد باشه، حضرت آیه شهید اون حدیث رو در ذیل همین آیه میارن. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، وقتی این آیه تعییه ها اذن واعیه نازل شد، پیغمبر میفرماید سألت الله عز وجل ان یجعلها اذنک یا علی. پیغمبر میفرماید من وقتی این آیه نازل شد که تذکره ها رو فقط گوش های گیرنده و شنوا فرا میگیرن، از خدای خودم مسئلت کردم این گوش فراگیر رو گوش علی قرار بده. بعدم میفرماید یا علی انت منی
حالا اون به منزلت هارون ام موسی حدیث منزلت رو شنیدید. انت منی به منزلت سمع و البصر و روح فی البدن و رأس و روح من البدن و رأس من الجسد حببت الیه کلماء البارد. ای علی تو گوش منی، شده گوش رسول خدا، تو چشم منی، تو نسبت به پیکر و بدن من مثل روح و سر نسبت به پیکر من هستی و چنان وجود من از محبت تو ای علی مملو شده که من مثل انسان تشنه‌ای که جگرش از تشنگی می سوزد وقتی سیمای تو را می بینم مانند کسی هستم که از شدت تشنگی آب سرد خوشگواری به او می رسانم. علی گوش پیغمبر شده. چرا؟ چون هرچی پیغمبر فرموده گوش داده و لذا وعی یعنی چیزی رو در قلب نگه داشتن، سخن حکیمانه ای رو شنیدن، یک در دل نگهداری کردن، دو عمل کردن، سه به دیگران انتقال دادن، چهار. چقدر اعلامیه، چقدر تذکر. و حمدالله به کوری چشم دشمنان و به گرمی محبت دوستان و فیض اولیای خدا مجالس ما هر شب هر روز از رونق و جلال خاصی برخورداره. خدایا بر این رونقش از لحاظ کمی و کیفی بیفزا. اما این نکته همچنان در گوش هممون بلا استثناء باشد، جمله‌ای که حضرتشون در اعلامیه می‌فرمان قابل دقت، شرکت و حضور در مجالس فقری شبهای جمعه و دوشنبه در این زمان. رو کلمه این زمانش خیلی بیستید، دقت کنید، سری داره و الا بزرگان سابق هم همین دستور می فرمودن. اما در این زمان تو این اعلامی است، در این زمان از اهم وظایف فقراست. اینه به همه برسونیم. حالا اگر میخوایم مشمول دعای علی بشیم، خطبه 75 نهج البلاغه که چند جمله شو اول عرایزم عرض کردم، یه مرتبه دیگه تکرار میکنم. علی دعا میکنه. به کی دعا میکنه؟ رحم الله امرأ سمع حکما فوعا. خدا رحمت کند، خیر دنیا و آخرت بدهد به اون شخصی، نمیفرماید مرد یا زن، به اون شخصی سخن حکیمانه ای را بشنود در دل جای بدهد. و دعیه الى رشادن فدنا. وقتی دعوت شد، راه نمایی شد به یک کار خیر و رشد و تکامل معنوی، به طرفش بره. و اخذه به حجزت هادن فنجا. دامن، البته حجزه در عربی کمربنده، توجه دارم، ولی ما معنی میکنیم دامن، دامن راه نما رو بگیره و نجات پیدا کنه. روز 21 و 3 روزه این دارالعباده و دارالارشاد سخنان حکیمانه را فرا بگیریم. یک، راه نمایی های خیرخواهانه را به طرفش برویم و اجرا کنیم. دو، جمله پند صالح رو
در گوش جان داشته باشیم. حضرتشون در پند صالح می‌فرمایند و تا زنده است دست دل از دامن پیر رها نکند. خدایا این توفیقات را به ما عنایت بفرما. علی وصیت کرد دیشب چون بعد از نیمه های شب حضرت این عالم را ظاهراً ودا گفت و الا جان عالم و آدم علی علیه السلام است، وصیت می کند حسن من، حسین من، وقتی بدنم را غسل دادید به همون هنوتی که از پیغمبر اکرم من در غسل زیاد آوردم بدن من را با همون کافور هنوت کنید، غسل بدین و بر من حسن نماز بخون به 7 تکبیر. تکبیر نماز میت 7 نیست، تا این مقتص علیست، به 7 تکبیر نماز بخون. شبانه من رو غسل بدین، شبانه من رو کفن کنید، شبانه من رو تشییع جنازه کنید، اما تو تابوت که گذاشتید حسن و حسین من مقابل تابوت رو رها کنید، چون جبرئیل و میکائیل مقابل تابوت علی را تشییع می کنن. شما عقب تابوت رو بگیرین، از دروازه کوفه که خارج شدین به هیچ کس سلام نکنید، به یک بلندی میرسید، سوار سفید پوشی را که نقاب بر چهره دارد میبینید، همونجا زمین را بشکافید، به یک لوحی میرسید، اون لوح را نوح پیغمبر برای من در اونجا قرار داده است. رفتن آقا را تشییع کردن، تا اونجا رسیدن زمین را شکافتن، به این لوح رسیدن، روی لوح چی نوشته؟ هازا ما حفره، ما حفره نوح نجی الله لوصی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم علی ولی الله. این قبریه که حضرت نوح 700 سال قبل از طوفان برای علی به امر خدا قرار داده. من نمیدونم با چه دلی امام حسن و امام حسین پیکر مقدس علی را در لحد گذاشتند و لوح روی او گذاشتند و روی او را خواستن خاک بپاشن، یک مرتبه دیدن یک صدای از بالای سر بلند است، سر بلند کردن. حالا میخوایم همه با هم همونی را بگیم که حسن و حسین گفتن، نگاه کردن دیدن اون سوار نقاب را از چهره برداشت، مولاشون علی است، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم نقسمک به علی، یا علی یا علی یا علی، الهی یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، اسلام و اسلامیان نصرت عنایت بفرما. ارواح مطهره جمیع انبیا ائمه اقطاب بزرگوار، مخصوصا اقطاب اخیر این سلسله جلیله، حضرت های سعادت علی شاه، حضرت های سلطان علی شاه، حضرت های نور علی شاه، حضرت های صالح علی شاه، حضرت های رضا علی شاه، محبوب دل فقرا، حضرت های محبوب علی شاه درجاتشون عالی است، متعالی بفرما. ارواح طیبه والده مکرمه حضرت آقا، همسر عارفه و بزرگوار ایشون که روح مطهرش همکنون پذیرای این مجلس است، والده مکرمه حضرت آقای محبوب علی شاه، همه را مؤمنین و مؤمنات در گذشتگان از این خاندان جلیل، مدفونین و مدفونات در بقاع متبرکه، مخصوصاً صحنه مزار سلطانی بیدخت را با علی علیه السلام محشورشون بفرما. جمیع راه نمایان دین مبین، مخصوصاً وجود مقدس بندگان حضرت آقا و با عنایات خاصه ایشون، حضرات مشایخ، فقرا،
ارادتمندان، دوستان، برادران محترم ایشون، خواهر مکرمه ایشون ره نعمت سلامتی و توفیق مرحمت بفرما. بر رونق و شوکت مجالس فقری ما بیفزا. ظهور و خروج امام زمانمون را بر ما مبارک بفرما. ما را از ملتزمین رکاب ظفر انتصاب حضرتش قرار بده. خادمین حسینیه ها، دولت سراها، مجالس فقری در داخل و خارج کشور، مخصوصا خادمین محترم مزار سلطانی و این هیئت خادمین که این آقای حاج عبدالصالح با کسالت آمدن اینجا برای زیارت ایشون، خیلی خدمت کرده ایشون در راه فقر. خدایا به ایشون و همه بیماران مورد نظر، همسر مکرمه آقای مهندس جذبی دستشون شکسته کسالت دارن، برادر محترمشون آقای جناب سرهنگ، آقایونی که از بیماران سفارش کردن مورد نظرن، خدایا همه را سلامتی عنایت بفرما.